عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت دوستان عزیز مردان و زنان غیور ایران زمین امشب هم به روال شبهای پیش در خدمتون هستم با سلسل گفتارهای پیرامون انقلاب همینطور عدب دارم خدمت عزیزانی که از طریق کانال تلگرام هر روز یک گوشه ما رو دنبال میکنند و نیز مخاطبان پادکست رادیو محسا و نیز کانال یوتیوب پوزش میخوام که به شدت مریض شدم سرما خوردم باز طبق معمول و خب وضعیت صدام گرفته و زیاد حالا مساعد نیست ولی به هرحال ینرو گفتم ببخشید به خاطر کیفیت صدا و تصویر دیشب من یه لایو داشتم که سیو نکردم مباحثی هست که میشود حالا یه مقدارم آرومتر گفتش و یه کمی هم به نظرم می رسید زوده باید یه کمی فرصت داد ولی خیلی هم فرصتی نمونده ببخش اینکه سیف نشد دلیلش این بود و بچه از صبح خیلی سوال کردن به هر روی دیروز گفتم حتی دیروز چیز قدیمترم گفتم دیروز گفتم که طرح ساسپند در برابر ساسپند رو بردن از طریق عمان به ایران و در واقع آقای مکورک مشاور خاور میانه آقای بایدن در واقع این طرح رو بردن دلیلش هم این بوده که بعدش هم با اسرائیلی ها مذاکره کردن جلوی حمله اسرائیل به ایران رو میخواستن بگیرن و امروز رسانه های مختلف این خبر رو کار کردن اکسیرس کار کرده رسانه های دیگری که لینکش هم من گذاشتم اه... که 7 بیلیون دلار 7 میلیارد دلار از دارای های ایران در کره جنوبی آزاد بشه و همینطور از شود که ایران به بازار فروش نفت برگرد در واقع ساسپند در برابر ساسپند اینه که ایران فعالیت های اتمیش رو متوقف میکنه از اون برم آمریکا تحریم ها رو معلق میکنه از اون آمریکا تحریم ها رو معلق میکنه بعد حالا میشینن در مورد برجام بشینن حرف بزنن یا نزن برای همینه که این حالا در این مورد صحبت میکنم با تو اولا که ببینیم چه تأثیری روی کار ما میذاره خب اینکه بگیم بی تأثیره نه اینجوری نیست من همون هفت ماه پیش توی نامه سرگشاده که فرستادم برای هم هاست هم سنا و هم نمایندای دموکرات و اونجا هم خوندمش گفتم هر یه دلاری که شما به ایران برسونین تحت عنوان هر دیل اتمی این تبدیل میشه به یک گلوله در چشم و سینه مردم ایران نیزه سیستم مالیشون رو نجات میده سیستم در واقع سرکوبشون رو تقویت میکنه اما با همین رژیم اون موقعی که نفتم میفروخت تحریمم نبود ها مردم در مثلا سال 88 تهران شفاعت کردن یعنی اینجوری نیست که شدنی نیست راجع میکنید اینکه ببخشید این تصور رو از ذهنتون بیاریم بیرون که آقا دیگه تموم شد دیگه بدبخت شدم نه نه واقعا اینجوری نیست قدرت اصلی دست خودتونه قدرت اصلی دست مردم ایرانه هفت ماه پیش از هفت ماه پیش به هی hey, من گفتم 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 استخون لای زخم نگه داشتن انقلاب خیابون رو ضعیف کردن هدفش اینه که هم مردم خسته بکنه برسن به یه نقطه که رضایت بدن به هر تاجزاده و هر فائزه و هر طرح دیگری و هم این پیام رو به جهانیان بدن که نه زور حکومت به مردم میرسه نه زور مردم به حکومت میرسه بنابراین رویای سرنگونی حکومت رو از سرتون بیرون کن این بخش مهمش ضعف ماست واقعیت لطف کنید همتون برگردید به دو جمله اول سخنرانی من در دانشگاه جورج میسن خب حالا همه اون دست روی میز زدن و داستان اسماعیلیون و اینا رو یادشونه به تمامیت ارزی رو ولی اون دو جمله اول غیر از اون تعارفی که با کنگرو دارم میگم که مثلا من ریپابلیکنم این داستان جمله ای که باش سخنرانی شروع میشه اینه که دیروز در فارم پالیسی مقاله ای نوشته شد که این خط تو داشت میبرد که مردم ایران الان تو خیابون نمیان چون که تحریم روشونه و پول ندارن و کسی که پول نداره دیگه وقت نداره که بیاد تو خیابون و درسته که تحریم ها رژیم رو هم ضعیف میکنه و تحریم ها رو برداریم رژیم قوی تر میشه اما مردم خیلی قوی تر خب و بعد من اونجا سوال کردم در برابر این مدل گفتمانسازی که لابی های جمهوری اسلامی دارن انجام میدن خب اپوزیسیون چه کرده این جمله اول سخنرانی من در دانشگاه جورج میسن چرا همه میگن من نفوزی هم دیگه من نمیدونستی. همه میگن تو هم بگو من نفوزی هم من نمیدونستی مگه تازه فهمیدی اون دومپنه هایی که گوش میکنی بهشون خب درست میگن دقیقا درست دارم میگن تازه فهمیدی خب به اون جمله اول سخنرانی برید اون رو گوش کنید دوباره درست این ضعف ماست این ضعف ماست هشت ماه هفت ماه دارم میگم آقا رصد کردیم مقاله های مختلف اندیشکده های مختلف و وود رو رو رسد کردیم آوردم گذاشتم تو استوریا ببینید چی دارن میگن تایمز رو که خیلی خوشحال بودین که عکس سه تا دختر بی و گذاشته رو جلدش متنش رو چی دارن میگن چه گفتمانی ها دارن میبرن در برابر این گفتمان سازی شون این گفتمان سازی ها خیلی مهمه. اینا که یه بخششون تصمیم سازی میکنن یه بخشیشون هم ابزار شانزنی میدن به تصمیم سازها درستو یعنی میگم بفرمایید این تحلیل فلان اندیشکده است این تحلیل فلان اندیشکده است این تحلیل فلان میز تخصصی اندیشکده است ها؟ و وقتی ما در برابر این گفتمان سازی چیکار کردیم نایاک و اون اصلا ببینم ما چرا نتونستیم یه لابی مثل نایاک درست کنیم در جهت مخالفش سازمان مجاهدین یه لابی به اسم اویاک درست کرد کارش هم برد جلو گفتمانش هم برده جلو ما در این زمینه چی کار کردیم چرا ما لابی نداشتیم چرا ما تو اندیشکده های مهم نفوذ نداشتیم نه بحث پول فقط نیست بحث پول فقط نیست این ایرانیایی که توی مثلا فاند فلان نهاد یا فلان لابی میان یه نقاشی مزخرفی رو میخرن صد هزار دلار که کمک کنن به اونجا تو فکر میکنی اگر یه اینجور کاری در واقع درست و حسابی و سازمان یافته انجام میشد چی کار میکنه هیچی مهمونی شام میده چی میشد ما در برابر این گفتمان چی کار کردیم چرا نباید چرا نباید, چرا نباید؟ کسی که مثلا مسئولیت این کار رو به عهده داره چه میدونم مدیر اپوزیسیونه اصلا عضو اپوزیسیونه هرچی تیم ورکش دم دستش باشه از قبل تشکیل داده باشه کم بار من گفتم کمیته روابط بین بگه مثلا آقای فلانی شما برو تو این تو کجا تو میتونی مقاله چاپ کنی تو برو روی این مطلب کار بکن مقاله چاپ کن تو برو ارفان توی این مطلب توی مثلا فران کپتال تو این موضوع رو دنبال کن ببین اتاق فکر دیگه این گفتمان خطرناک رو الان داره نایاک میبره جلو ما باید اینو ببریم جلو بریم روزنامه نگارا رو ببینیم چقدر تو نیویورک تایمز علیه ما انقلاب مقاله چاپ شد چرا ما نتونستیم خب چرا ما نتونستیم و چرا نکردیم این ضعف دیگه آقا وگرنه دولت آمریکا حالا همه اینجا بنویسید مرگ به بایدن مرگ به بایدن اوکی منم <applause> که ریپابلیکن هم دیگه همتون میدونید که خب ولی همین دولت بایدن تا همین سه هفته پیش اگه بهش میگفتی که مذاکره میگفت ما هیچ برنامه مذاکره با ایران نداریم هیچ برنامه مذاکره در مورد برجام نداریم چرا؟ چون که می ترسید ببخشید یه لحظه پوزش بخوام در برابر افکار عمومی در برابر افکار عمومی جهان که نه به واسطه تظاهرات های خارج کشور لزوم از همون ابتدا این سلبریتی ها شروع کردن موهاشون رو قیچی کردن بعدش هم های خارج از کشوری که در راستای صدای انقلاب مردم ایران بود نه اردوکشی های حزبی خب نه اینکه که ببین تظاهرات کنیم تا مثلا سپاهو ببریم تو لیست فلان چرا؟ میترسید چون افکار عمومی خب افکار عمومی رو چیکار کردن همینا اومدن تو هفت ماه روش کار کردن تو هفت ماه روش کار کردن خب. مگه صدای چهار تا وطن پرستی که شخصی بخواد بره لابی کنه چقدر میرسه از ارتباطاتش استفاده کنه یا آدم فردی فرض کنه رابطه هایی هم داره تنهایی چیکار از دستش برمیاد چهار نفری چیکار از دستش برمیاد اینا واقعا سوال دیگه اینا سوال خیلی کارا میشد کرد که نکردیم و نکردند و در این موضوع به خصوص همونطور که وقتی اصدالله اسدی رو برمیگردونن به ایران خب وقتی اصدالله اسدی رو برمیگردونن به ایران اونایی که مدعی بودن میتونن کل یک ساختار که تروریستی هم هست ببرن تو لیست فلان چجوری نتونستن جلوی برگشت یک معامله رو بگیرن اینا که مقامات اروپا بودن که حالا فردا فردا اگر به قول حمید نوری آشتی 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 همه بریم تو کشتی شد اونم برگشت خب از تو همون سویدی ها باید, باید دیگه خب تو چی کار میکردی؟ تو داشتی مردم دور اروپا میچرخوندی برای چه نتیجه خب همونطور که از اونا باید پرسید اینجا هم باید سوال کرد که شما در مقابل این چرخش افکار عمومی و در برابر این گفتمان سازی اندیشکده ها که این کار را انجام دادن و هشت ماهه ما گفتیم 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 دارن این کار رو میکنن دارن این کارو میکنن دارن این کارو رو میکنن خب شما چی کار کردین؟ شما یه تونو مقالتون کو؟ کو؟ ها؟, ها یه دونه دنشون بدین دیگه به دقا رو ما سپردیم آقای فلانی در مورد این موضوع رفت یک آرگیومنت آورد گفتش که نه بازگشت ورجام نه تنها مردم ایران رو قوی نمیکنه بلکه باعث بسیاری از بدبختی و مسیبت ها و مصیبت ها را بلا بلا میشه خب این صرف میخوایم بپذیریم نمیخوایم بپذیریم ولی حداقل همتونم شاهدید که از هفت ماه پیش من این هشدار رو داده بودم توی نشست دانشگاه جورج میسن هم سه چهار جمله اول من همینه درست هست فیلمش هست دیگه بریم ببین بریم ببین حالا اب نداره به هر حال امیدواریم که درس بگیریم امیدوارم که درس می... من نوشتم به سهم خودم قربونت برم من تو کپتارم نوشتم دو بارم نوشتم من من یه نفر آدمم خوب دقت کن خیلی چیزا ارتباطات میخواد گفتمان سازی که یه نفر انجام بده میگن این نظر فلانیه ولی وقتی من بنویسم اون بنویسه این یکی از زاویه دیگهش به بهش به بعد بره تو رویترز یه دونه خبرنگار مهم خارجی رو بریم باهاش صحبت کنیم آقا بیا اینا رو بنویسیم این نظرتون چیه یه جلسه بذاریم باهاش مدلای لابی کردن اینجوریه دیگه خب مدلای لابی کردن اینه میری مثلا با سردبیر فلان نشریه یه نهار دعوت میکنی یه وقت میگیری میری میشینی شروع میکنی به گپ زدن کار بچه خارج نیست کار یه سازمانه به بچه خارج وقت نمیدن خب کار یه نفر نیست شما لابی کردن رو بدونید بعد به دیگران گیر بدید سیستمشو خب این که من مقاله بنویسم ارفان مقاله بنویسه این یه تعداد خیلی کمیه این گفتمان تبدیل شدنش به گفتمان کار لابی میخواد بعد باید از صدای یه دونه آدم ژورنالیست معتبر در بیاد بیرون خب حالا من اگه راستم مثلا باید ترتیب برنامه با تاکر کارسن رو میدادم اینجا همه چی پوله همه چی پوله و لابیه برای همینه که اینا ضعفه اینا ضعفه و این ضعف ها باید پوشش داده بشه درست با این آرامش و دوستانه و با مهر و محبتش ولی این وسط جمهوری اسلامی با این پولایی که به دست میاره با مردم ایران با مهر و محبت برخورد نمیکنه درست برخورد نمیکنه این یه تیم ورک میخواست یه اتاق فکر همون کمیته روابط خارجی که من گفتم روابط عمومی و روابط بین الملل همونی که نوشتم تقدیم کردم شد یه اینجور اتاق فکری میخواست و یه تقسیم وظایفی میخواست که ندیدیم میدونین این کارش با تویت و هشتک و اینستاگرام و توییتر نیست بچه هایی که تو امریکا هستن و کار سیاسی کردن میدونن اینو خب میدونن سازمان مجاهدین ارزه این کار رو داره ملیگره ها ندارن پول ندارن سازمان مجاهدین چقدر طرفدار داره ها؟ سازمان مجاهدین چقدر طرفدار داره که بخواد پول جمع کنه میدونی چه پولای میاد و میره خب میدونی چه پولای میاد و میره باشه الان ردیفش کنم بذارید چرا به بچه رو اذیت میکنی من که اهمیت بد نمیدم ولی خب اینم خب اینم اصلا چرا ریپابلیکان هم بخاطر همین گندی که الان آقایون دارن میزنن سوال داره واقعا خیلی کارنامه درخشانی داره حزب دموکرات خب این قضیه بگذاریم خب این قضیه بگذاریم برای فردا ظاهرا ایده از عزیزان فراخوان دادن برای بعد از فوتبال ساعت ده شب من نمیدونم کی تموم میشه ولی خب حالا هر حال من قبلا هم گفتم ما بیش مش ما اگر تو یک موضوع این فوکس کردیم تمرکز کردیم به این معنی نیست که با اون بقیه ما مشکلی داریم یا مخالف هستیم خب صد هزار نفر جمعیت اگه صد هزار نفر بفروشن خب میان بیرون معلومه که باید شعار بدین معلومه که از اون ظرفیت باید استفاده بشه چرا که نشه چرا که نشه حتما باید استفاده بشه منطقه ما اگر تمرکز داریم روی اون مسیری که داریم هر هفته میخوایم تکرارش بکنیم تا تبدیل به یک جمعیت بزرگ بشه این دلیل نمیشه اگر ما تمرکزمون رو اون گذاشتیم بخوایم این مسئله رو مثلا نفیش بکنیم نه کارتون انجام که میرم برای فوتبال خب بریم برای فوتبال بعدش تماشاشی که رفتی برای فوتبال حواست باشه با شعار دادن فقط تخلیه نشی شعارتو بده بیا بیرون اونجا هم ادامه بده فکر کن دیگه بازی تموم شده خب چه تیمت برد چه تیمت باخت مساوی شد دیگه از در استادیوم که اومدی بیرون برای مبارزه بیا بیرون دیگه برای بوغ بوغ و نمیدونم پرشم و استقلال و پرس پولیس و اینا اون موقع نگاه اونا بلش کن ولی حالا به هر روی اینه که بحث این نیستش که ما مخالفیم با این قضیه نه آقای کریمی هم گذاشت خیلی هم گذاشتن خب چرا نه فردا هم بچه هایی که میخوان مسیر بولوار رو برن میتونین ساعتاشو یه جوری برین که نزدیک بشه به ساعتهای اونا خب ساعت هایی که بعد از ظهر چیز شده توجه کردیم یک ارزیابی یا هایی هم داریم انجام بدیم چون فیدبک های مختلفی میاد مثلا گرده میگن درسته مسیر انقلاب خیابون انقلاب و خیابون ولی از بی آرتی داره این نقطه ضعفشه ولی اونجا ظرفیت جمع... جمعیت بزرگ شدن بیشتره خب اینا ما داریم بررسیش میکنیم خب داریم بررسیش میکنیم و یه چیزی در نظر بگیریم شما وقتی میرید برای راهپیمایی تا جمعیت تشکیل نشده وقتی جمعیت تشکیل شد احساس کردید جمعیت تشکیل شده خیلی خوشحال شعار بدین ولی وقتی تا جمعیت تشکیل نشده شما یه آبر پیاده دیگه برای همین بعضی میگن آقا مثلا مخبر دوله به خاطر سرافیاش خیلی نیرو داره کجای شهر نیرو نداره میخوای بندازیم مثلا لواسون یا مثلا بندازیم مثلا دربند خب هر جایی که تو مرکز شهر بذاری اون در نیرو رو امنیتی رو داره دیگه طبیعیه درسته ولی شما که به عنوان آبر داری میری قرار نیستش که بیای کسی بیاد به تعرضی و بعد تا یا بیاد فرار کنه تا وقتی جمعیت بزرگ شد اون وقت بیاد حالا هزار نفر رو بیان بگیرن یا ده هزار نفر رو بیان بگیرن ببینن چه جوری میگیرن خب. اینه بعد در مخبر دوله میخوایم چیکار کنیم میخوایم برسن تو بازار بعدش به همین ساد... همی سادگی وقتی جمعیت بزرگ شد میخواد برسن تو بازار هدف جمعیت در ابتدای قضیه با جمعیت مثلا هزار نفر دو هزار نفر که جمعیت خیلی خوبیه هرچی بیشتر باشه امنیت مردم هم بیشتر میشه این نیست که تو تظاهرات اول شما بری بیت رهبری رو فتح کنی که قرار قدرت خودت رو نشون بدی به خودت و به اون و بتونی در ادامه افراد بیشتری رو جذب کنی تعداد بیشتری جمعیت بی شه روزهای بیشتری اضافه بشه فراموش نکنیم ما از این قضیه رو داریم از صفر شروع میکنیم دوستان ما از صفر داریم شروع میکنیم تا قبل از این شب تو محله ها قرار بوده میرفتن بچه ها خیلی که این کارو رو بکنی که خیلی از اون دو هفته که من گفتم که تو روز پنجمش جمعیت تشکیل شد بعد دوباره اونر اومدن یواش یواش بردن ستارخان تارخان ساعت چهار و نمیدونم بعدش کردن توهید ساعت پنج و بعد شیش و بعد دوباره شد هفت بعد شد دوباره محله اوکی؟ خیلی خوب حالا الان دوباره داره از صفر قرم میکنی آقا چرا دو روز خب بیا بیا تو هر روز بیا ببینم چجوری میای یه موقع است یک دیگی در حال قلیانه خب نباید سردش کرد یه موقع است سرده خب باید گرم بشه یا باشه باش دیگه نمیشه که مثلا یهو بگه هر روز بلند شیم بیرون یک فراخوان عظیم سراسری همه از همه شهرها بلند شیم بیاین مثلا تهران رو فتح کنیم خب ببین چیزهای بزرگ که نیاز به جمعیت‌های، ببین نیاز به ترهای ضربتی خب که نیاز به تعداد افراد, افراد بسیاری مشارکت کننده داره خب. این احتیاج داره که توسط یه صداهایی پروموت بشه که با یه دونه توییت سراسر کشور متوجه بشن خب من اگه بشینم دیویس بارم در روز بذارم تا فراخان پلنشید از همه شهرهای ایران بیاید تهران ساعت مثلا فلان روز فلان خب اون جوابو نمیده کسی متوجه نمیشه که چقدر من مگه مثلا مخاطب دارم یا چقدر مثلا دنبال میکنن این که میگم یک روتین به خاطر اینکه ادامه دار در ادامه دار شدنش گفتمان سازی میشه ولی اگه من بخوام فراخان ضربتی و دفعتی بدم خب کار من نیست کسی نمیشنوه میدونی کسی نمیشنوه مثلا چه میدونم اگه شاهزاده رضا پهلوی یه دونه توییت کنه بگه اینو من با درست و غلطیش کار ندارم و خب کل کشور خبردار میشه تمام رسانه ها هم میزننش که شاهزاده مثلا فراخان داد برای مثلا فراخان. من که بیام فراخان بدم که خب چند نفر میشنون چند نفر صدا اصلا بهشون میرسه اینه که آدم باید ظرفیت خودش رو بشناسه دیگه ظرفیت ما الان اینه که این گفتمان رو درست کنیم این روتین رو جا بندازیم یواش 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 بنابراین تو اگه از من سوال میکنی که چرا یهو یه فراخوان نمیدیم بیان همه صداسی ما رو بگیرن برای اینکه من اگه بگم اینو خب نمیان 20 <تصفح> نفر میان پنجاه نفر میان خب اون پنجاه نفرم نمیتونن صدا سیما رو بگیرن بلکه خودشون دستگیر میشن جلو صدا سیما ها؟ آیا صدا سیما گرفتن غلطه نه آیا صدا سیما رو میشه با یک فراخان گرفت بله میشه گرفت ولی اون فراخان رو کی بده من بدم نمیشه بگیرن خب کسی دیگه ای بده میتونن بگیرن ها یا شاید بتونن بگیرن شاید بتونن بگیرن برای همینه که چیزایی که میخواین رو باید ببینید مثلا یه عزیزی گفتش که ترهای خوبی هم میدن بچه ها مثلا میگن که مثلا اینا من خودم گفتم گفتم که مثلا فرض کنید مردم ایران یه هفته شیر نخرن شیر پاستوریزه خب کل این صنعت کالاپس میکنه مثال دارم میزنم خب حالا من بخوام اینو بگم میام از ده روز قبلم شروع کنم من استوری کنم نمیدونم ماشا استوری کنه کارگروه استوری کنه مردم شیر نخرید شیر نخرید افرادا فردا میخوایم به مدت یه هفته شیر نخریم خب 500 نفر 5000 نفر میبینن به 5000 نفر دیگه میدن میشه 10000 نفر تعداد شیری که در روز مثلا خرید و فروش میشه چند نفر میخرن خب 20 میلیون نفر میخرن سی میلیون نفر میخرن اون ده هزار نفر جلو اون سی میلیون میتونه اون صنعت شیر رو بندازه پایین یا مثلا یه عزیزی اومد بود میگه آقا بگید ساعت ده شب همه چراغا رو خاموش کنن بر فرض اینکه این کار اگر بشه سیستم برق دوچار مشکل میشه که یه بار تو 88 کردیم و نشد کردند بچه ها و نشد بر فرض اینکه این بشه به من میگه چرا نمیگی اگر برقو بر... خب منم میدونم بله مثلا فرض کنین این کارو بکنی خب من بگم چند نفر چراغ خونشون رو خاموش میکنن ظرفیت تبلیغ خودت هم ظرفیت برد صدا هم باید ببینی دیگه اگه من بگم فردا مردم پشت چراغ قرمز همه ماشیناتون رو خاموش کنین چرا قرمز شد رد نشین سبز شد رد نشین ماشینا همه خاموش خب ترافیک درست میشه بعد از ماشین بیایم بیرون شعار بدیم درست شد خب خیلی طرح خوبیه ولی من اینو بگم چند نفر میشنون تازه وقتی من بگم یه عده میاد شروع میکنن از اون ور آقا این چرت و پرتا چیه اون یکی میاد میگه آقا اینا مزخ اینا خار خودشونه اون یکی میخو در نتیجه برای همین میگم اپوزیشن باید بیاد اکت های خیابانی رو تصدی بکنه آه، تصدی بکنه درست شد حالا اگر تصدی نمیکنه ما هم دست رو دستمون بذاریم نه ما زورمون میرسه به پول نویسی زورمون میرسه به اینکه در مرور دو سه ماهه گفتمانی رو بتونیم جا بندازیم به شرط اینکه بچه هم, 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 همکاری کنن سرد نشن خب بتونن به یک گفتمان را بندازیم یه حرکتی رو شروع بکنیم وگرنه ترهای عالی بسیار هست ولی ترهای عالی توسط ماها امکانش نیست به خاطر چی؟ به خاطر اینکه باید حجم مشارکت گسترده ای در زمان خیلی کوتاهی شکل بگیره روش روشن این واقعا اگر یه ذره بچه ها فکر کنن قبل از اینکه میخوان حرف بزنن نه اینکه حرف بزنن بزن نه بزنین ولی وقتی دارید فکر میکنین حداقل با اندیشه نقاد به این قضیه فکر کنین و خیلی راحت متوجه میشین هر فرایندی که نیاز به مشارکت گسترده میلیون نفری داشته باشه احتیاج داره به کسی این کار رو انجام بده که یه دونه توییتش نه بیشتر در سطح میلیونی پخش بشه آه؟ در سطح میلیونی پخش بشه بذار که... آها خب اشکال نداره اون داره چیز بدی نگفته مگس نیست بند خدا اون میخواد یه جوری مسئولیت و از اون کسی که دوست داره ساقت کنه اب نداره همه چی هم قرار نیست با مثلا به جون و خطر انداختن کسی لزوم از صورت بگیره آه. برای من به همه میگم اتاق فکره لازم داره میتونه تحریم خرید یک کالایی به خصوص باشه آه. به منظور آسیب زدن یک فعالیت اقتصادی آسیب زدن به یک فرایند اقتصادی میتونه خواسته بشه مثلا چهارشنبه ها همه برن بنزین بزنن آه. یا همه فقط دوشنبه و چهارشنبه بنزین بزنن یا ترهای مختلفی که الان روش داره کار میشه البته ولی چجوری میخواد گسترده بشه خب نمیشه گسترده بشه توسط ماها زمان میبره تازه اگر این وسط یه عده بگن این اطلاعاتی اون نفوزی این خونش تو فلان جای اون یکی نشسته خودش تو خارج داره فلان میکنه این فلان. خب اون مگسار هم داریم دیگه اون آتاش داریم هستم ذهنهای فانتزی بهشون من میگم آقا چرا فراخان نمیدید اگه همه بریزن زمین بتره ربری خیلی خب من فراخان بدیم همه بریزن تو بهتر ربری آقا کی میشنوه اینو باور ندارین بیا از همین فردا شو که ما تو کارگروه اون اولی من تو اون کارگروه اولی من گفتم دیگه مسئول مرجانی گفتم مرجانی. آقا تو میگی بیست بهمن خب مثلا بیست بهمن بود بهمن بود یه ماه روش کار کنیم گفتم شما یه ماه ضرب کن در تعداد فالوورهای ما در تعداد که یک حضور میلیونی میخواستیم خب در تعداد بازدید استوریا و پستای ما ببین چند نفر اینا رو میبینن چند نفرشون تکرارین به چند نفر میرسه بعد بیایم ازشون بخوام دیگه پس بنابراین ما باید بریم به سمتی که یک سری کارهای تکرار شونده ای تبدیل بشه به روتین ذهنی برای بچه ها که اون کار رو بتونن ببرن جلو که مجبور نشیم بگیم فلان روز بریزید اینجا هم خب نمیریزن اونجا تازه بریم دست به دامن بشیم آقای کریمی تو خدا اینا برای ما بذارین برای ما بذارین فراخانه بذارین هم بذارین اونم, اونم میذاره حالا دیویس نفر میان نظاره دیویس نفر هم نمیان خیالتون راحت اگه میبینی چهار تا فراخانی مثلا این برای و گذاشتن اومدن خاطر اینکه علی کریمی و نمیدونم پیجایی که بالای ده میلیون نفر و اینا توشون هست گذاشتن اون اومدن مثلا فرص. یا مردم تراس دارن به آقای کریمی میگن خیلی خب اینو تایید کرده و اوکیه و اونم نمیان واقعی نگاه کنین دیگه واقعی نگاه بکنین به قضیه برادکستینگ موضوع دیگه یه داستان دو دو تا چهار تا داره فرمول داره بله فراخوان بهتر رهبری من نمیتونم بدم خب مثلا فرض کن اینجوری حساب کن من میتونم مثلا در لحظه ای که بخوام بگم این کار پنجاه نفر رو بتونم در یه نقطه برسونم خب من باید ببینم با اون پنجاه نفر میخوام چی کار کنم اگه اون پنجاه نفر رو بخوام برسونم بگم بچه ها سریع برین مثلا فلانجا یه دونه لاستیک نورانی کنین راه فلان جا رو ببندین فلان تقاطر رو ببندین میگم آقا پنجا نفر خوبه الان معمول نیست ولی اگه من بیام بگم پنجا نفر من که ظرفیتم مثلا پنجا نفره بگم بریم بچه ها سریع به رهبری رو فتح کنین خب پنجا نفر میرن فتح میشن اونجا فتح نمیکنن کنن میگیرنشون پس کار من نیست درستو؟ پس کار من نیست کارهای بزرگ احتیاج به صداهای بلند و بزرگ داره احتیاجی به سوالهای بلند به احتیاج سوال به صداهای گسترده هم داره من گفتم یه بار مشخص شه. کجاش عالی بود برای تولد فرمی کجاش عالی بود مثلا, مثلا یه منطقه ای رو فرض کن بری شما مثلا یه جایی رو بریزی به همون شلوغ کنی فلان بعدش شب ساعت 11 شب برگردی بخونه به چه دردی میخوره بعد بعد وایستی تا دوباره یه اینجور اتفاق دیگری بیفته بعدش دوباره دو هفته بعد یه اتفاق بیفته بعد سه هفته بعد اینجور اتفاق بیفته <laughs> یه موقع از هر شب مردم تو خیابونن اون یه داستانش فرق میکنه ما اصلا میاری انرژیشون رو تخلیه میکنی حالا ولشون میکنی یه ماه برن خوناش برای همین ما ارزیابی که کردیم ارزیابی واقعی از ظرفیت خودمون بوده با ارزیابی واقعی که از ظرفیت خودمون و شبکه که با بچه هامون در ارتباطیم و با شبکه سازی کردیم اینه که یک مسیر راهپیمایی داشته باشیم مسیر راهپیمایی هم بازه زمانی داره نمیشه گفت ساعت دو همه بیان راهپیمایی چون دو یه جا جمع نمیشن که شم دو بگی اونا قشنگ نگاهشون رو متمرکز میکنن تو اون ساعت برای من ساعت مجبور میکن باز بذارم حالا بنابراین وقتی که هر کی کرد طرحی میده لطفا ابزار اجراش هم بگه وگرنه همه طرح به ذهنشون میرسه من الان تا صبح میشون میتونم اینجا بشینم براتون طرح بدم های عالی طرحهای بی‌نظیر خب ابزارش هم بده اگه نمیدی که میشه باد هوا دیگه میشه باد هوا این خب توهین نکن خانمه لولی توهین نکن هر مدلی میخوای هر کی دفاع کنی دفاع کن ولی توهین نکن بچه و جوجه و اینا به بچه نه بیشتر به بخ... آدما حرفایی رو میزنن که به خودشون بیشتر توشون به خودشون باور دارن تا روشون نمیشه به خودشون بزنن به بقیه میزنن خب اینه که درست صحبت کنید اه. ببینیم که مس کامنت‌های شما هم بخونم حالا می سارا اندی آیت، تو که بیشتر آیدی و اینات بس صادراتی میخوره و پرستو و این ها که چی میگی تو به وزیر سفرت قرار نیست کسی رو وادار کنین که کاری رو انجام بده یه نفر کاری رو انجام میده یا انجام نمیده خب آدم هم که بچه نیستن که بچه که نیستن که نمیدونم شما با من نبودی میگم با بچه ها با من که میان فوش میدم مهم نیست با بچه ها با معدبان رو صحبت کنید با اب نداره شما مخواهی مثلا از اون کسی که دوست داری اسم نمیبرم که نگن مثلا اونو تخریب میکنم دفاع بکنی بکن ولی اونجوری مدل و اون مدلی بر خود خیلی جالب نیست <تصفح> آدم باید خودشون در واقع تشخیص میدن دیگه به حال این تشخیصیه که ما الان دادیم تشخیصی که الان دادیم اگر میگم ترهای بزرگ شدنی هم هست اونتا ابزار در واقع پروموشن قوی میخواد ابزار پروموشن قوی میخواد. باشه اشکال نداره منم پنجاه سالمه ولی به کسی که 16 سالشه نمیگم بچه جون خب هیچ دلیلی نداره که من که مثلا پنجاه سالمه از اونی که 16 سالشه لزوما همه چی رو درست تر بفهم اصلا درست بفهمم خب بنابراین از توی صحبت کردن بالا به پایین که نمیشه که ما بگرن سیستم نرسالار ایرانی جماعت دیگه خب بچه تو مثلا شستی من متولده سی هم خب من چهار تا پیرن از تو بیشتر پاره کردم چه ربطی داره ممکن سوادش بیشتر باشه تحصیلاتش بیشتر باشه کتاب بیشتر خونده باشه تجربه هم بیشتر داشته باشه یا نه اصلا همه اینا هم کمتر داشته باشه پوینتش درست باشه و من دوچار مغلط و سوگیری ذهنی بوده باشم خب. این این مدل اگر اینجا هستین در این کامیونیتی هستین باید فرق بکنید با کامیونیتی لومپنا که اونجا هستن دارن میبینینشون دیگه حالا این توضیح میخوایم من مجبور میخوایم توضیح بدم من یه بار به شما میگم شما محبت کن احترام همون چیزی که فکر میکنی احترام داره سن خودتون یاری ریش سفید ما رو نگه داری این مدلی صحبت نکن همین حالا میخواد بحث سیاسی کنی لایف بذار بحث سیاسی کن نه مثل که ایشون متوجه نیست خب. دیگه شون متوجه نیست اینایی که میگن شاهزاده چرا فراخان نمیده یا سایبری هستن یا پلوی اصلا اینطوری نیست هرکی هر که هر سوالی بکنه نید. یعنی سایبری اگه کسی سوالی بکنه سایبریه بعد اگه سرکوب وحشتناکه پس یعنی شیعنی بشنه خونه بعد اگه ایشون بده اگه کسی از ایشون بخواد که فراخان مثلا بده سایبریه ولی اگر از مثلا شاین یا من یا ارکت دیگری بخواد سایبری نی یعنی مثلا ماها سرکوب وحشتناک نیست من نگفتم ایشون بیاد این کار رو بکنه ها خیلی کارهای مهمتر هست که انجام باید داده میشد نه فقط ایشون خیلی همه هممون اول صحبت هم, هم گفتم خب ولی قربون قدرتون برم سیستم پدر سالاری رو از این ذهن بیرون کن سیستم پدرسالاری رو از ذهنتون بیرون کنید که آقا هیچ ایرادی نیست هر عیب که هست از مسلمانی ماست خب تشویق که به خیابون که تشویق که منم میکنم بچه ها همه برین خیابون بچه ها برین خیابون خیابون ها رو حفظ کنیم بچه ها برین خیابون خب کی خیابون فردا برین پس فردا برین چه ساعتی بریم کجا بریم خب من هر روز دارم میرم بچه ها هر روز دارم میرن خیابون یکی میره خرید میکنه یکی میره فلان میکنیم صحب. من نمیگم ایشون این کارو بکنه یا نکنه ها ولی شما دیگه وای نستا اونجا بگو که هرکی کی که میگه که چرا ایشون پس حتما سایبریه بعد اون وقت اکانتت هم ایکس وای فلان فلان باشه این ای قلطه دیگه اگه اینجوری باشه فردا که پیروزی رسی هر کس اون وقت ازشون سوالی بکنه اون وقتی که به جای سایبری میشه خائن به انقلاب بعد حکمش چیه؟ اینجا بولی کردنه خب اونجا اعدام کردنه میتونی برگردی به که نه اصلا فرض کن ایشون جایگاهش این نیست نباید بده اصلا ایشون این کار رو نباید بکنه به این دلیل به این دلیل به این دلیل به این دلیل اوکی ولی تو بگی هر کس که برگشت گفت فلان سایب ای یعنی چی؟ یعنی چی؟ یعنی چی؟ یعنی آستان مقدسی میخوای درست کنی کسی بهش نزدیک نشه هر کس بشه سایبریه ما قیل از این معنی میده غیر از این معنی میده معنی شما من بگو این مدل نگاه ها خطرناکه ها این مدل نگاه هاست که خطرناکه نه میگم شما ای که این شما خد آدم خطرناکی هستی نه مدل این مدل نگاه خطرناکی این مدل آستان مقدسه خطرناکه وقتی صحبت دموکراسی میکنیم در نظام های دموکراسی خب هیچ شخصی مسئولیت در برابر نقد و سوال و حتی شخصیت های سیاسی کاریکاتور و در خیلی جاها توهین و اینا ندنه ها. شما میتونی بری اینجا جلوی رئیس... کاخ سفید هرچی دلت میخواد به رئیس جمهور آمریکا بگو ببین کسی میاد شب در خونه بگیرتت ببرتت یا بهت بگه این نفوذی اتحاد شوروی سابقه مثلا شما برو جلوی تو بریتانیا هرچی دارد میخواد به پرنس چارلز بگو به این کسی میاد به شب به کینگ چارلز بگو یا مثلا به ملکه بگو. مرحوم بگو خب بگو الان یا مثلا فوش میده فوش داده دیگه کنم میتونم برم فایل کنم که می من فوش داده اتهام بزنه میتونم خب اتهام بزنه میتونم این کارو بکنم فوش بده شما فوش داده دیگه خب. گفته مثلا فلان میگم نه بابا مثلا مثلا مادر من چنین شخصیتی نداشته مثلا این شغل رو نداشته خب این مدلی بود چیکار شما بکن البته که شخصیت خودش نشون میده ولی این مدلی خطرناکه به شما گفتم خب دمتون گرم فردا هر کس که فوتبال میخواد بره بعد فوتبال میخواد بره, بره بره حتما اشکال هر کسی هم باشه باقا کوتاهی از طرف هیچ که همش شخصی ما هست بابا میکن قبع قبع. ما مخلصیم بابا کوتاهی از طرف هیچ کس نیست فقط فقط من. فقط من, یه نفر مشکل دارم بره میکن دست اوکی okay. دمتون گرم همه چی همه چی خوبه همه چی اوکی ایشون اصلا هیچ چی هیچ نقدی اصلا هیچ وارد نیست همه چی اوکی در بهترین شرایط قرار داره اصلا ولش کنیم شما راست میگی راست میگم کنید کس ما فوتبال رو انجام بده فوتبال رو انجام بده برای خیابونا هم خیابونا رو انجام بدین و مراقب خودتون باشین ما این گل گلو انجام میدیم دیگه کار چیزش با با کلاس ها اولش هم گفتم آقا کاری گلو که ما داریم انجام با کار با کلاسیشو چرا انجام ندادی داخل بابا که رسید به این نقطه که امروز رسید به داره میرسه لاغل اون با کلاسی انجام میدید حالا شاید اونم باز ما مقصریم توش اشکال نداره اونم ما مقصریم که لابی نداشتیم که نمیدونم تو تینگ تنگ ها نداشتیم که موضوع بندی گفتمانی نکردیم اونم, اونم تقصیر من،, من،, بوده من باید میکردم موفق باشین شاد سرفراز و آزاد باشید. پاینده باد ایران زن زندگی آزادی